بینندگان پرمهر و با وفای برنامه در پیشگاه تاریخ، من قاسم بیات و دوست و همکار ارجمندم جناب ناصر شاهین شادیم که میهمان شماییم. امیدواریم آنچه که عرضه میکنیم برای شما مفید باشد. پس اجازه بفرمایید تا جناب شاهین پر هم فرصت احوال پرسی با ما رو داشته باشند. خواهش. درود فراوان دارم به همه هموطنان عزیزم، بینندگان برنامه و شما آقای دکتر و آقای امیرخان در استودیو. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، در برنامه امروز جناب شاهین پر به سخنان خودشان درباره جنبه‌هایی از دموکراسی در ایران ادامه خواهند داد و من درباره چند مطلب متنوع و به ویژه معنی سکولاریسم که این روزها از سیاستمداران و متفکران ایرانی در داخل و خارج ایران میشنویم سخن خواهم گفت که معنای آن چیست. پس اجازه بفرمایید مثل همیشه از سخنان جناب شاهین پر در بخش آغازین این برنامه بهره ببریم. خواهش می‌کنم، بفرمایید. بله، بسیار خوب. من در دو جلسه گذشته به مناسبت واقعه 28 مرداد یا کودتای 28 مرداد یا رستاخیز ملی 28 مرداد، هر چیزی که شما فرض کنید، صحبت کردم و خلاصه عرایزم این بود که شما خیلی اصرار دارید، یه بخشی از مردم ایران خیلی اصرار دارن که یک تعریفی بگذارن که معلوم نیست چرا، که آیا این کودتا نبود، این رستاخیز ملی بود. در هفته گذشته من مطلب رو به اینجا رسوندم که خیلی خوب، رستاخیز ملی بود. شما خجالت نمی کشید که رستاخیز ملیتون به وسیله طیب و شبونبین مخ و نمیدونم پری بلنده و اینا انجام بشه، رهبرانش اونا باشن؟ خب ملتی که بخواد از آغاز یک دوره رو برپا کنندگانش رو، مسببینش رو که اونها هستند بهش افتخار کنه، دوره دیگری میاد که آخوندها مسلط میشن بهش و خودشو در دوزخ احساس میکنه. این واقعیت امره. اما باز من به این حرفا کاری ندارم. حرفم این است که تاریخ ایران، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران و از بعد از 28 مرداد تو چه مسیری افتاد و چه شد؟ تا قبل از اون تاریخ ما داشتیم یک آزادی مطبوعات، یک آزادی احزاب سیاسی، یک نیمچه آزادی در انتخابات رو تجربه می کردیم. تجربه بسیار تلخی هم بود. تو سرکله هم دیگه هم می زدیم. این وسط ها آدم هم کشته می شد. اما اگر به تاریخ تحولات اجتماعی تمام دنیا نگاه کنید، آغازش همین شکلی ها بوده. زیاد بعید نبوده این رفتارها. اما یک آزادی عملی وجود داشت. یک کسی به حق یا نابحق، به غلط یا به درست، میتونست یه حزبی باز کنه و مردم سوای اون گروه هایی که عضو حزب باد بودند، عرض کردم اوائل کار بود این اتفاقات میافتاد. مثلا بعضی هم گفتن برین تو حزب قوام، چون قوام نخست وزیر میشه بعد ما به یه آلاف و علوفی میرسیم، پس بریم عضو حزب دموکرات بشیم. از همینجا هم اصطلاح حزب باد درست شد. بعد حزب دموکرات منکوب میشد، میرفت، تعطیل میشد، با برکنار شدن قوام سلطنه نخست وزیری مردم متوجه بعضی ها، نه همه. اما این که ملت ایران، اکثریت ملت ایران به دنبال مبارزه با استعمار بودند و این اولین بار در جهان بود که ملتی در مقابل منافع استعماری یک کشور بزرگ استعماری قدلم کرده بود، بعدن از این ملت ملت‌های دیگه یاد گرفتن
کانال سوئز ملی شد، خیلی اتفاقات دیگر افتاد. بگذاریم. بد بود، خطرناک بود. 25 سال تبلیغات شد که اون دوره دوره بدی بود، اون دوره داشت ما رو به کام کمونیستا مینداخت و اگه ما کمونیست بودیم بدبخت شد، کمونیستی وجود نداشت، خود اونا در حال سقوط و بدبختی بودن. بگذاریم. اما بعد از 28 مرداد برای اینکه مردم ایران رو از یک سو توجیه کنند که اوضاع داره بهتر میشه و یک طرف دیگه کشورهای بزرگ سرمایه داری رو که خیلی از کمونیسم بین‌الملل وحشت داشتند اونها رو هم راضی کنند که سیل پول رو جاری کنند، گفتند که ایران در خطر کمونیسم و اگر ما نجنبیده بودیم کمونیسم ما رو بلعیده بود و چه و چه. تاریخ نشون داد که اصلا چنین چیزی نبود. دقیقا همون طوری که گفتن که نمیدونم اسلحه های کشنده در عراق هست و حمله کردن و دیدن هیچی نیست، این واقعا هم این اونه. اما به دلیل اینکه این حرف غلط رو به کرسی بنشونن و به باور همگان بنشونن چیکار کردن؟ 25 سال تبلیغات کردن، تبلیغات علیه اون آدم ها، اون گروه ها که قبلا بودند و تبلیغات برای کارهایی که خودشون دارن میکنند. و اگر شما روزنامه های اطلاعات کیهان رو باز میکردید میدیدید که هر روز یک کارخانه عظیم افتتاح شده. اینا این تبلیغات بود، خیلی هم زیاد. بگذاریم. برای حفظ موقعیت، برای جلوگیری از اعتراض، برای خفه کردن اعتراضات، این دولت جانشین، این دولتی که در اثر رستاخیز ملی یا کودتا اومده روی کار، چه کرد؟ یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخی رو انجام داد. وقتی میگم هیئت حاکمه و دولت، رأسش شاهه. چرا؟ برای اینکه شاه از بعد از 28 مرداد سعی کرد که قدرت خودش رو توی قانون اساسی زیاد کنه. در نتیجه مجلسی که دست نشانده بود، مجلسی که همشون منصوب شده بودن به این کار، نه انتخاب، همه ما دیگه اینه میدونیم که این وکلا قلابی بود، وکیل مردم نبودند. یه آدمی که در قزوین به دنیا آمده بود چندین 7-8 دوره نماینده مردم سردشت، اصلا سردشت رو دیده بود یا ندیده بود من نمیدونم، اینطوری بود وضعیت مجلس، به اونش کاری نداریم. که اگر کسانی هستن که قلابی بودن وکلای مجلس قبول ندارن، من اصلا بهشون بگم به خودتون زحمت ندید، چون من هزاران تلگراف دارم از شهربانی مرکز، از شخص شاه که چجوری دستور دادن به شهربانی های شهرستان ها، به استانداری های شهرستان ها که فلان کسک نباید نماینده بشه، به جاش باید فلان کس نماینده بشه. اونو بذاریم کنار. برای اینکه این مخالفین رو سرکوب کنند گفتن خیلی خوب، حالا جوونا اعتقادات دستچپی دارن، نه نه کمونیسم، این گنده کردن کمونیسم در مقابل آمریکا بود که پول بگیرن و حمایت بگیرند. انقدر کوبیدن بر تبل این قضیه که خب حالا ما چه بکنیم؟ این آخوندا مخالف کمونیسم هستند، پس به این آخوندا میدون بدیم. تمام وجه همت شخص شاه
و دولت ها در طول این 25 سال بعد از کودتا این بود که اینها رو تقویت کنند، به اینها حقوق بدن، اوقافی رو که از دستشون رفته بود بهشون برگردونن، اینها رو ثروتمند کنن و اجازه بدن که اینا هر کاری میخوان بکنن بکنن. یعنی اون چرا که رضا شاه از دست اینها گرفته بود، رضا شاه اینها رو از دست اینها، اون میدونست داره چه میکنه، از دست اینها گرفته بود، در این دوره به اینها پس دادن. اینها آزاد گذاشته شدند که برای خودشون مدرسه اسلامی بسازند و در زمان انقلاب 57 عدد درست یادم نیست ولی یه عدد نزدیک 500 تا مدرسه اسلامی در سرتاسر ایران ساخته شده بود. اینا همه معلم داشت و شاگرده های اینا بعد می شدن معلمین مدارس بعدی. این علی شریعتی فراورده این سیستم بود. خب اون چی که داشتن به خاطر این که اینا ضد کمونیست هم دادن به اینها، اما با مردم ملیگرا چه کار کردن؟ یعنی با کسانی که هنوز به اون آرمانهای نهضت ملی وفادار بودند، به دنبال ملی کردن نفت بودند، به دنبال این بودند که منافع ملی ایران به وسیله خارجی ها چپاول نشه، آنچه با ضرب و شتم شدید زدند، کشتند، اجازه نفس کشیدن به اینها ندادند. حتی در سال 53 52 درست یادم نیست یه عده از اعضای جبهه ملی گفتن آه حالا که نمیشه در تهران یه میتینگ کوچیکی برقرار کنیم، دوره هم جمع شیم 150 200 نفر در کاروان سرا سنگی ببینیم آه چه خاکی باید به سرمون بریزیم. همین اینم لو رفت و دار و دسته شعب و به مخ و طیب ریختند اونجا و تمام این نفرات رو مجروح کردند. با سر دست شکست همه اونایی که به کار اون سرا سنگی رفته بودند با سر دست شکسته برگشتند. هیچ منتقدی هم حق نداشت. امروز در همین آخوندهایی که ما ازشون سر تا پا متنفریم، من دارم میبینم که یا آدمایی در تهران در روزنامه های تهران دارن از اینا انتقاد میکنن یا تو سایت های کامپیوتری تلویزیون ها دارن میگن تقصیر آقای خامنه ایه، آقای خامنه ای فلان کاری کرده اینطوری شده اینا رو دارن اون موقع چنین چیزی نبود. اون موقع نویسنده منتقد ناپدید میشد. بعد از چند روز جسد خرد خاک کشیر شدهش تو گونی که یک کنار جاده پیدا میشد که بعد میبردنش به بیمارستان و معالجش میکردند و بعد برمیگشت میرفت به خانش. این عملی است که با خانم هما ناطق انجام دادن، خانم مورخ ایرانی، من نمیدونم الان زنده است نیست، الان کجاست. این موارد هم زیاد و زیاد داشتیم. حالا 25 سال اینها دشمن ملت ایران رو، یعنی دشمن پیشرفت، دشمن ترقی، متحجرترین قشر جامعه رو تقویت کردن، اجازه دادن که تعداد اینها زیاد شه، اجازه دادن که این حوزه های علمیه که منحصر به قوم و اصفهان بود به ده ها تبدیل بشه. انقدر اینها رو تقویت کردن که حتی برای اون فلسفی و یا آخود دیگه به نام شکویی شجویی همچه اسمایی یه زن ظاهرن شوهردار
فرستادن. بعد از معاشقه اینها فیلم برداری کردن، به شاه هم نشون داد ساواک و اجازه گفتن که پخش کنیم. شاه گفت نه، اینا رو به خودشون نشون بدید، بگید ما مسلطیم به امور شما، شما اینقدر آدم های فاسدی هستید، زنی که اومده به تو گفته من شوهر دارم. حالا اون خانم یه فاحشه ای بوده، به این دلیل من میگم زنی که یه فاحشه ای بوده که ساواک تیرش کرده که بره اونجا اینطور بگه، شوهر داشته یا نداشتش به من ربطی نداره. به این آقای واعظ، به این آقای حجت الاسلام گفته من شوهر دارم، مشکلاتی خانوادگی دارم، میخوام بیام پیش شما حل کنم. رفته با این واعظ محترم کارش به رخت خواب کشیده، فیلم برداری کردن. بعد شاه گفته که نه، اینا رو پخش نکنید، اینا رو به خودشون نشون بدید، بگید روتونی کم کنید دیگه، زیاده روی نکنید، وگرنه من اینا رو، ما اینا رو پخش میکنیم. انقدر آخونده به خودش مطمئن بوده، انقدر جا قرص کرده بوده وسط مردم که برمی جواب میده به ساواکی ها، میگه برید پخش کنید، برید پخش کنید، هیچ کس باور نمیکنه که ما این کارو کردیم، این کارها رو به شماها نسبت میدن نه به ما. ما یک کلام خواهیم گفت این دروغ، مردم باور میکنند. این مردم رو کی ساخت این شکلی؟ این انقباض سیاسی بود که مردم رو به این درجه رسوند. این نبود مطالعه بود، نبود احزاب سیاسی بود، قدغن بودن بسیاری از نوشتجات و مقالات و کتاب ها بود. اگر من ناصر شاهین پر مثلا لومون رو مشترک می شدم که از فرانسه برام بیاد، این نمی آمد مستقیم به خونه من، اداره پست کنترل کرده بود اینو، باز می کردن صفحات اینو مطالعه میکردن، یا قبلا کرده بودن. قرار برای این بوده که مثلا صفحه 63 یک ستونی سیاه شه یا بریده شه. بعد دو مرتبه میذاشتن تو همون پاکت، خیلی با مهارت میبستن میآوردن و ما میدیدیم که یه صفحه یه ستونش نیست. تا این حد سانسور برقرار کردن برای این مردم، تا این حد این مردم را سیاست، از امور اجتماعی، از امور جهان بی اطلاع گذاشتند و به آخوندها پروبال دادند، پروبال دادند، پول دادند، خودشون به مکه رفتند، خودشون چادر سرشون کردن، همین خانم شهبانو الان زنده است، به مشهد رفتند، روزهای عاشورا تا سوعا. من و شما خوب این رو میدونیم، لاتترین، بیپرواترین، جاهلترین آدم های تهران جمع میشن توی یه دسته ای و یه دسته سینه‌زنی درست میکنن. تهران معمولا دو تا دسته سینه‌زنی داشت، حالا یکیش مال طیب بود، یکیش مال یه لات دیگه بود. هر سال پادشاه ایران لباس نظامی تنش میکرد، با وزراش و وزیر دربارش میرفتن در مسجد مینشستن که این دو تا دسته بیان جلوش نچن و در عزاداری حسینی شرکت کنن و چند تا آخون بیان روزخونی کنن و اونها اونجا حضور داشته باشن و گریه کنند. این شوخی نیست، 25 سال جامعه رو در این مسیر انداختند. آقایونی که میگید این رستاخیز ملی بود، آره رستاخیز ملی بود، ولی این چه رستاخیز ملی بود که اندیشه ایرانی رو به جایی برسونه که نظام شاهنشاهی رو به دور بندازه؟ اون نظام قابل اصلاحی بوده ها، بهتون بگم اون نظام به اعتقاد تمام مخالفین
یعنی تمام جبهه ملی‌هایی که امروز هم وجود دارن و دیروز هم بودند و زیر ضرب و شتم و زندان و بیکاری و هیچ جا راه نمیدادن آقا اینو اشخاص رو هیچ جا راه نمیدادن. من کارمند استخدام میکردم برای خودم، خوشحال بودم که یه آدم با سواد با شعور کاربر رو پیدا کردم. دو روز بعد رئیس کارگزینی میامد گفت آقا این آدمی که انتخاب کردید رد شده از طرف ساواک، نمیتونید اینو نگه دارید. در طول خدمت من در ایران 5-6 بار این اتفاق افتاده. یکی از این دفعات یه آدمی بود که اسمش مفیدی بود، برادرش رو اعدام تیرباران کرده بودند ولی خودش جرمی نداشت. خیلی آدم باستعدادی بود، خیلی آدم توانایی بود. من اینو استخدام کردم ولی ساواک به من گفتن که این نباید کار کنه، باید بری بیرون. به وسیله همون رئیس کارگزینی میامد اینا. من اینو گفتم و عذرتون میخوام ببخشید، نشد. این آدم رفت و با کمک چند تا دیگر از دوستان نزدیکش کاسبی خودش را انداخت و شد بزرگترین وارد کننده پنیر به ایران. انقدر این وارداتش زیاد شد که اون کارخانه تولیدی رو در دانمارک کمپلت خرید و رفت دانمارک، ریاست اون کارخانه رو به عهده گرفت و بعد اومد رفت در پاریس دفتری زد و اونا می اومدن ماه به ماه بهش گزارش می دادن، بالا و پایین می کردن و این شیر و کره و پنیرش لبنیاتش به همه دنیا می رفت. یه همچه آدم لایقی رو نمی داشتن استخدام کنه. چرا؟ مگه برادرش نمیدونم مجاهد بود فدایی بود یادم نیست چی بود. خب اینقدر همین آدم های ملیگرا، همین آدم هایی که میخواستن منافع ایران، منابع ایران به دست انگلیس، آمریکا این بر اون بر به تاراج نره، فقط اینه میخواستند. اینقدر در تنگنا بودن، اینقدر به اینا کار نمیدادن، اینا رو بیکار نگه میداشتن، هیچ جا راهشون نمیدادن، انگار که نجسن. برای یه نمونه به شما عرض کنم، فقط یه نمونه کوچیک. در خاطرات این رجال بزرگ ایرانی در چند جا این هست، میتونید بخونید، تو تاریخ شفاهی هست، مولا حبیب لاجوردی میگه که به اعلیحضرت پیشنهاد کردن که ما فلان مقام رو در تربیت بدنی بدیم به تختی، تختی قهرمان کشتی. اعلیحضرت عصبانی شدن گفتن این که مصدقیه، برای چی میخواید بهش کار بدید؟ خب تا این حد یه بخشی از مردم ایران میباید از همه چیز محروم باشن. خب اینا میرن مخالف، تو گروه مخالف. خب این یه مقطعی به وجود میاد که آخون میبینه من به قدرت رسیدم، حالا قدرت دارم. از کجا میدونه قدرت داره؟ میگه من توی این مملکت 30,000 تا مسجده و 20 میلیون مسجد برو هست. ما از این مسجد روها خواستیم که در فلانجا کمک کنن، مثلا نفری 2 تومن بدن، همه دادند. بنابراین اینا پیرو بمان، ما هر کاری از اینا بخوایم بکنیم اینا میکنند. این تجربه رو به دست آوردند. حالا با مترقی ترین لوایح دولتی مخالفت میکنند. این بنبستی است که شاه خودش برای خودش به وجود آورد. رأی دادن به زنها یک امر پیشروی بود که اون موقعی که در
ما در ایران میخواستیم به زنها حق رأی بدیم، در بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز رخ نداده بود. در تمام این موارد، این لوایح اصلاحات ارضی، آخوند با اصلاحات ارضی مخالفت کرد، گفت این مالکیت در اسلام رو دارید خدشه‌دار میکنید. بعد در مورد حق رأی به زنان شروع شد اون نطقا و اون حرفای خمینی که بلوا به پا کرد، و بعد آرام 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 رسید به این انقلاب 57. چه شد؟ حاصل کار چی بود؟ برای اینکه من به شما بگم که جلوگیری از پیشرفت فکری مردم در این 25 سال چقدر بود، ازتون خواهش میکنم آقایونی که با حرفای من مخالفید، برید خاطرات آقای دکتر سیاسی رو بخونید. دکتر سیاسی یک انسانی بود از طبقه متوسط این مملکت، بسیار بسیار بچه باهوشی بوده، بسیار در تمام سالهای دبستان دبیرستانش شاگرد اول بوده، بهش بورس میدن، این میره به فرانسه در کالج‌های بسیار معتبر درس میخونه و بعد بالاخره برمیگرده میشه مدیر کل دروس در وزارت فرهنگ. موقعی که در وزارت فرهنگ مدیر کل بوده، یه لایحه‌ای مینویسه که ما میتونیم 6 کلاس ابتدایی رو در سر تا سر ایران عین سربازی اجباری کنیم و مجانی. شرایط در ایران اینطور بود که غیر از تهران و شهرهای بزرگ، در روستاها و شهرهای کوچیک پدرها اجازه نمیدادن بچه‌شون بره مدرسه. وقتی به سن 7-8 سالگی میرسید میبردن ازش کار میکشیدند. یک منبع اقتصادی بود براش. زیاد موافق این کار نبودن، در چه ما هر سال چند میلیون بچه 7 ساله‌ای داشتیم که اینا به مدرسه نمی رفتند. به همین دلیل در پایان دوره شاهنشاهی هنوز 60% مردم ایران بی سواد بودند. 65% ببخشید. آقای دکتر سیاسی خواست حداقل 6 کلاس ابتدایی رو اجباری کنه. در یه سلام نوروزی به شاه میگه، شاه میگه بسیار فکر خوبیست، لایحه رو بنویسید بفرستید مجلس و تقدیم کنید و به من بگید. این لایحه رو ایشون مینویسه میده به مجلس. 2-3 ماه میگذره، به مجلسی ها تلفن میکنه که آقا این چی شد؟ میگن داریم بررسی میکنیم. چی شد چی شد داریم بررسی میکنیم؟ میشه نوروز سال بعد. این آقای دکتر سیاسی 2 مرتبه لباس میپوشه میره به سلام نوروزی، شاه که میاد جلوش میگه حضرت این فرمان دادید به من که من این لایحه رو بنویسم به مجلس، مجلسی ها تو این 1 سال گذشته هیچ جوابی به من ندادن. شاه بهش میگه آره بله میدونم، به من گفتن که اینها با سواد میشن کمونیست میشن. برای مبارزه با کمونیسم جلوی سواد مردم رو می گرفتند. فکرشو بکنید. برای تعدی به قانون، یکی از قوانین این بود که دانشگاه زیر نظر وزارت فرهنگ نیست، زیر نظر دولت نیست، یک مؤسسه ملی مستقله و رئیس دانشگاه رو هیئت امنای دانشگاه تعیین میکنن. هیئت امنای دانشگاه از برجسته ترین استادای دانشگاه تشکیل میشن، منتخبی است از بهترین استادان دانشگاه، یعنی مؤسسه کاملا ملی در مملکت. ایشون دعای دکتر سیاسی شده رئیس دانشگاه. در دانشگاه تو صحن حیات دانشگاه بچه ها شعار دادن، شعار سیاسی دادن و دولت خواسته که ارتش رو وارد دانشگاه کنه. ایشون اجازه نداده، گفتن نه
ارتش نمیتونه وارد دانشگاه شه. من نمیذارم. از این کار جلوگیری کرد. باهاش چندی بار صحبت کردن که ما میواست نظم رو برقرار کنیم چه و چه. خود این نظم چه نظمیه که با تفنگ و با قنداق تفنگ و باتون میخواد انجام شه؟ این جوون یه خواسته ای داره، این خواستش رو میاد تو حیات مدرسه فریاد میزنه. این دنیا زیر رو نشده که تمهیداتی میاندیشن که چگونه این آقا رو از ریاست دانشگاه بردارن. چندین سال این مبارزه طول میکشه. بالاخره لایحه‌ای میره به مجلس که دانشگاه زیر نظر وزارت علوم باید باشه. یه وزارت علوم درست میکنن و دانشگاه رو میبرن زیر نظر وزارت علوم. بعد حالا وزیر علوم آقای دکتر سیاسی رو معزول میکنه به این شکل. این مبارزه همه جانبه برای جلوگیری از رشد فکری مردم و برای غرق کردن مردم تو مراسم احیا، عاشورا، تقویت این حرفا. مملکتی که شاهش و ملکش بلنشن برن در مجالس عزاداری شرکت کنن، خب معلومه چه خواهد شد. به هر سال ما الان که اینجا نشستیم از خودمون باید این سوال رو بکنیم، آیا محمد رضا شاه به این کارهایی که انجام میداد باور داشت یا داشت اعمال یک سیاستی میکرد؟ اگر باور داشت که خب یه مدار طبیعی تره. البته سوال این است که آدمی که به مکه رفتن، به عتبات رفتن، زلیح خریدن برای عتبات، پول دادن به روحانیون، به ملاقات روحانیون رفتن، احترام گذاشتن، اینا رو همه رو داره، آیا همه اینا ریاکاریه؟ چون از اون طرف در داخل دربار، در زندگی شخصی خودش هم خیلی کارا میکنه که خلاف اسلامه. مشروب میخوره، خانمبازی میکنه، از این کارا زیاد میکنه دیگه. پس این چجوریه؟ ما میبینیم که زندگی طبیعیش اونه، ولی این قسمت از کارش رو باید گفت سالوس ریاکاری. این ریاکاری رو برای چی انجام میداد؟ برای اینکه اینها رو قوی کنه، اینها رو مسلط کنه به افکار عمومی. و همین هم شد. یعنی آقای خمینی وقتی دو تا کلمه حرف، حرفی که دیگران جرأت نمی کردند بزنن، به همین دلیل، چون دیگران جرأت نمی کردند بگن آقای شاه فقط او گفت، مردم پیروش شدن. چرا؟ برای اینکه از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی مردم راضی بودن. من این رو بگم، البته این مردمی که میگم طبقه سومه، طبقه متوسطه. این حاشیه نشین ها حاصل اجرای غلط اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی مباید سه فاز داشته باشه که فاز سومش تقسیم املاک باشه. در ایران معکوس عمل شد، با یک فاز انجام شد که اونم تقسیم املاک بود. بعد ناچار شدن فاز دوم که شرکت های تعاونی بود درست بکنن، که دیگه دیر شده بود، دیگه پس این کار کسی بر نمی آمد. اون یه پروژه 8-9 ساله 10 ساله بود قبل از تقسیم اراضی که نشد و هجوم این کشاورزان به حاشیه شهرها شروع شد. این کشاورزی که بلند میشه میاد در حاشیه تهران، 1 میلیون و خورده ای نفر در حاشیه شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد، همه جا، تبریز،
اینا مجموعاً به چند میلیون نفر میرسن، اینا طرفدار کیان؟ اینا کسانی هستن که به وسیله دستگاه هیئت حاکمه خانه خراب شدند، بنابراین طرفدار آخوندن، زبان هم که ندارن، که کاپیتال مارکس که نخوندن اینا، که بگیم اینا روشن فکرن اینا چی؟ نه، اینا طرفدار آخوندن. آخوندن می نمیدونست که در چه موضعی از قدرت قرار گرفته، با گفتن چند تا آقای شاه و یه حرفا زندگی رو زیر رو کرد و مردم همه دنبالش رفتن، چون حرفی زد که جرأت نداشتن خودشون بگن. همین این کافی بود که این مملکت زیر و روشه، این مملکت زیر و زبر بشه و آنچنان که به دست آورده بودیم نابود شه. همه چیز در دوره محمد رضا شاه به اعتقاد من خوب بود الا یک چیز، اونی که به مردم امان ندادند، اجازه ندادند که پا به میدون جامعه بگذارند. به مسائل اجتماعی کاری نداشته باشند، بالمعال با مسائل سیاسی. این مردمی که در این انسداد شدید سیاسی رشد کردند یا رشد نکردند و هل رو از بر تشخیص نمیدند، وقتی یه آدمی که صحبت از رستگاری میکنه میاد براش حرف میزنه، حرف اونو باور میکنه، عکسش هم تو ماه میبینند. به این آسانی خودشون سبب شکست خودشون شدند و یه ملتی رو نابود کردند. همه اینا برای این است که ما نتیجه بگیریم دموکراسی یک معنی داره. دموکراسی یعنی حکومت دست جمعی، یعنی نمایندگان مردم در مسائل مملکتی دخالت داشته باشند. در طول این 25 سال اگر شما خاطرات رئیس سازمان برنامه، وزیر دارایی، کی نفت، اینا رو بخونید متوجه نکته میشید که یه آدمایی بودن که میدونستن این کار اشتباهه، ضرر زیان میاره، بدبخت میکنه همه رو، جرأت گفتنشو ندارن، جرأت بیانشو ندارن. رئیس سازمان برنامه میگه که رئیس برق توی جلسه دولت در رامسر نشسته بود، میگفت آقا این برق مادر صنایع، شما چرا به من بودجه نمیدید؟ فردا دچار کمبود برق میشید. بود رئیس سازمان برنامه یه یادداشت براش فرستاد که مادر که سهله، اگه مادر بزرگم باشی بیشتر از این بهت نمیدن، بشین سر جات. شما میدونید که کمبود برق در سال 56-57 چه رسوایی به کار انداخت و چقدر به این انقلاب کمک کرد. نه، بنابراین ما میباید آرزو داشته باشیم که بلند پروازی هم نکنیم، نخواهیم هم که دو شبه سوئد و نروژ بشیم، نخواهیم دو ماه ژاپن بشیم. نه، ما یه کاروانی هستیم که ما از این کاروان 200 سال عقبیم. ما باید خودمونه بسازیم. برای اینکه خودمونه بسازیم در درجه اول باید این تمرین رو بکنیم که بتونیم این مملکت رو دست جمعی اداره بکنیم. این دست جمعی اداره کردن یه حرفیه که امروز مغز یک ایرانی باهاش حداقل 50 سال فاصله داره. میدونید چرا؟ برای اینکه همینجا تو همین غربت، تو همین سرزمین های دموکراسی زده
که ما توش قربت زده ایم میبینیم که افرادی که نظریات سیاسی دارن و مخالف همدیگه هستن چگونه با هم برخورد میکنن، چگونه خود همدیگه رو به فحش میکشند، چگونه تهدید میکنند. نه، این چند گروه موافق و مخالف باید در یک اتاق، در یک مجلس بنشینن به اندازه آرایشون در پشت این دیوارها و نسبت سرنوشت مملکت تصمیم بگیرند. ما باید به اون روز برسیم. اگر کسی جلوی این کارو تا حالا گرفته، گناهکار بوده، خطا کرده به تاریخ این مملکت. این خیلی ساده است. آقای دکتر، من معذرت میخوام، همیشه وقت شما رو ضایع میکنم. خواهش میکنم. جناب شاهین‌پر، چه تاریخ غم‌انگیزی. واقعا همینطوره، خیلی غم‌انگیزه. امثال من که اون دوره تازه از دانشگاه بیرون اومده بودیم، شروع به کار کرده بودیم در سازمان‌های عظیم صنعتی مملکت و چه آرزوها داشتیم، ولی نادان از آنچه که در مملکت می‌گذشت، هر کدوم از ما فقط در مورد محیط خودمون و کارهای خودمون خبر داشتیم. من یادم هست اون چنون غرق در غرور و افتخار ملی بودم که صنایع گاز ایران، که من پالایشگاه بید بلند رو در اونجا با عده دیگه از همکاران هم از دانشکده نفت اون رو اداره می کردیم، اونقدر غرق در غرور بودم که دیگه نمی دیدم بقیه مملکت چه خبر هست و هر کس از ما می پرسید جز تعریف از ما نمی شنید، در حالی که در پس این پرده یک شورش عظیم در حال ساختن بود، در حال پیدا شدن بود. مرکز اون مسجدها بودند و گرچه امثال سازمان امنیت با اون آشنا بودند، ولی شاید هرگز فکر نمی کردند که بتونه به چنین مرحله‌ای برسه که به طغیان عمومی برسه، که میلیون میلیون مردم به خیابون‌ها بیان و بگن ما یه چیز دیگه‌ای می‌خوایم. به خصوص اگر بهشون قول آب و برق مجانی و خونه مجانی رو هم بدن، دیگه بهانه‌ای نداشتند. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. بار هستم که ما همه حرف‌های شما رو خوب بشنویم و در آینده ایران که فکر داریم میکنیم خیلی عاقلانه تر بیندیشیم، احساسی نباشه، بر مبنای حقایق باشه، دشمنانمون رو خوب بشناسیم و دوستانمون رو هم همینطور. خیلی متشکرم جناب شاهین‌پر. امیدوار هستم که هفته آینده هم به سخنان خودتون ادامه بدید. محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت یعنی دشمنی ظلمت است در هر کاشانه لانه نماید. عبدالبها عباس. و امروزه این دشمنی است که در خانه های ما لانه کرده و مردم ما آن را فهمیدند، ولی حقیقتاً کثیری از مردم ما نمی دانند درباره آن چه کنند. مشکل دین شده که به یک طریقه زمامی بر تفکر و حرکت همیهنان ما بسته. حضرت عبدالبها در بیانی که درباره این هست که دین چیست و دین چی نیست، چنین میگویند: دین باید سبب الفت و محبت بین بشر شود و قلوب و ارواح را به هم الفت دهد. اگر دین سبب عداوت شود نتیجه ندارد، بیدینی بهتر است، زیرا سبب عداوت و بغضا بین بشر است و هرچه سبب عداوت است مبغوض خداوند است، و آنچه سبب الفت و محبت است مقبول و ممدوح.
اگر دین سبب قتال و درندگی شود، آن دین نیست، بیدینی بهتر از آن است، زیرا دین به منزله علاج است. اگر علاج سبب مرض شود، البته بی علاجی بهتر است. لحاظا اگر دین سبب حرب و قتال شود، البته بیدینی بهتر است. رایج است و مردمان به آن عادت کرده اند و باور کرده اند. ایشان درباره اوضاع نابسامان و جنگ های کوچک و بزرگ که حتی امروزه هم در عالم در جریان است، در همه دنیا، افریقا، جنوب شرقی آسیا، امریکای جنوبی، حتی در قلب اروپا، ایشان ما را چنین پند می دهند که نکته شنیدنی است. ایشان میگوید این همه قرون و اثار جنگ بوده. جنگ چیز تازه‌ای نیست، در تمام تاریخ بشر ما اون رو داشتیم. سپس میگویند لحاظا جنگ را تجربه کردیم و دیدیم که حرب و قتال و بغض و عداوت سبب اضمحلال است، سبب غضب الهی است، سبب محرومیت از رحمت پروردگار است. خوب است حالا در این عصر نورانی یک چندی الفت و محبت را تجربه نماییم، صلح عمومی را اعلام کنیم، وحدت عالم انسانی را نشر دهیم، شب و روز بکوشیم تا بید بشر اتحاد و اتفاق جلوه نماید. این را نیز چندی امتحان کنیم. اگر دیدیم که محبت و الفت و صلح ضرر دارد، آسان است، دوباره به جنگ برگردیم. اما چون ملاحظه کردیم که محبت سبب ترقی انسان است، سبب نورانیت بشر است، سبب وصول به رضای الهی است، سبب قربیت یعنی نزدیکی درگاه کبریا است، به نهایت قوت تمسک با آن کنیم. باری من شب روز دعا می کنم که این آتش حرب و قتال خاموش شود. ببینیم زمانی که این سخن را گفتند تا امروز چندین دهه گذشته است و چشمه صلح و حیات بجوشد. امیدوارم که جمیع ماها بکوشیم راحتمان را فدا کنیم، ثروتمان را صرف کنیم، حتی جانمان را فدا نماییم تا این نورانیت صلح و وفاق دوستی در جمیع آفاق بتابد و عالم انسانی روشن گردد. این بیانی بود از حضرت عبدالبها. یک آزمایشی است ما می توانیم بکنیم. بعد بینندگان عزیز، بهاییان عالم که از همه نژادها و تبارها در سراسر دنیا می آیند، شاید حدود 10 میلیون آنها امروزه، در انتظار روزی هستند که حکومت عدل و انصاف در ایران برقرار شود و آنان بتوانند به وظیفه‌ای که این آیین بهایی بر دوش آنان گذارده عمل کنند و متخصصان بهایی از هر نژاد و تبار و قومیتی در همه رشته‌های مورد نیاز مملکت به ایران آیند و دوشا دوش با سایر هممیهنان عزیزمان با جان و دل در خدمت به ایران و ایرانی تلاش کنند تا ایرانی نو بسازیم که شایسته این سرزمین مهد امر الهی باشد، گهواره امر الهی، زیرا این آیین از ایران برخواسته است.
بهایان ایران با سلوک و منش خود نشان دادند که واکنش صحیح در مقابل ظلم نه قبول خواسته های سرکوبگران است و نه پیروی از خوی و روش آنان. نفوسی که گرفتار جور و ستم هستند می توانند با اتکا به قدرتی درونی که روح انسان را از آسیب کینه و نفرت محفوظ می دارد، که آن باور و ایمان است البته و موجب تداوم رفتار منطقی و اخلاقی می شود، مثل بهایان ایران ورای ظلم و عدوان بنگرند و بران فائق آیند. امیدان که این بیان حضرت عبدالبها در گوش ها تنی نفکند که می گویند ایران مرکز انوار گردد، این خاک تابناک شود و این کشور منور گردد. پیامی از بیت العدل اعظم الهی بهایی در شهریور 1401 داشتیم که شنیدنی است. خطاب به بهاییان، به ویژه بهاییان ایران که آسیب فراوان از این رژیم و رهبران آن دیدند، میگویند ای محبوبان، در حین این اتفاقات قلوب هم میهنان خود را امیدوار کنید. یعنی با همه سختی که میکشید و آسیب ببینید، قلوب هم میهنانتون را امیدوار کنید. سبب دلگرمی هر سرخورده گردید و موجب اطمینان هر دل خسته. دلسوز واقعی همگان شوید و غمخوار هر درمانده. درمان درد دیگران گردید و درد خود را به این ترتیب التیام بخشید. نزد حضرت پروردگار برای آنان که ظلم روا می‌دارند طلب غفران کنید. وای بله بهایان عزیز ایران، برای همه کسانی که به ما ظلم می‌کنند ما باید طلب آمرزش و بخشش کنیم و برای زدوده شدن قلوبشان از زنگ تعصب و جهل دعا و استغاثه نمایید. بیت العدل اعظم الهی. بینندگان عزیز، بهایان دوستدار همه‌اند. به همه ادیان عالم و باورمندان آنان و کتب آنان و آثار آنان با دیده احترام می نگرند، ولی احکام شرعی آن ادیان را که در اکثر مواقع خود باورمندان آن ادیان به آن باور ندارند را منسوخ می دانند. ولی ده حقیقت این ادیان را، گرچه بهاییان خود را شریک در حقایق روحانی این ادیان می دانند، چون حقیقت عوض نمیشه، یکی است. بهاییان با هیچ کسی دشمنی ندارند، حتی آنان که در طول 180 سالی این آیین بر بابیان و سپس بر بهاییان ستم فراوان روا داشتند. بهاییان عالم بدانید که عاشق ایرانند و ایرانیان را به راستی دوست دارند و علمای اسلام را بر خلاف آنچه تصور می رود قدر می گذارند و برای آنان شادی و روحانیت و احترام و دوری از ظلم و شرمساری می طلبند و بر این رویه ادامه خواهند داد تا روزی که مهر و دوستی و برادری و انصاف را از آنان هم ببینند. بهایان گرچه دلچرکینند، ولی به این روش ادامه خواهند داد تا روزی که آنان که این همه ظلم بر باورمندان این آیین و البته بر دیگران هم وارد کرده اند خود به درجه انصاف رسند و از کارهای گذشته خود پشیمان گردند.
به شعر زیبایی درباره عشق به ایران از بهاییان برخوردم که البته این شعر با موسیقی دلنشینی اجرا شده و حیفم آمد لااقل متن آن شعر را برای شما نخوانم. میگوید من عاشق ایرانم، من عاشق ایرانم. وطن فقط زمین ایران نیست، وطن که این کوه و بیابان نیست، وطن دل مردمان ایرانی است، وفا و مهر زنان ایرانی است. وطن هزاران هزار سال احساس تمام اندیشه های ایرانی است. تکه ای از وطن شب یلداست، تکه ای صبح روز نوروز است، تکه ای متن لوحه کوروش که اساس حقوق امروز است، تکه ای هم دل شکسته ماست. مرهمش وحدتی دل افروز است. من و صدها هزار ایرانی وارث یک خزانه فرهنگیم، وارث آن عدالتی که گذشت، وارث خط زدن به هر جنگیم. هر که غمخوار میهن و وطن است، یاور و غمگسار وطن است، یاور و غمگسار هموطن است. فرق بین هر دو ایرانی، فرق بین دو عضو یک بدن است. من عاشق ایرانم، من عاشق ایرانم. بله بینندگان عزیز، آیین بهایی که به دنبال وحدت است، این وحدت در باور بهاییان در کثرت است، نه در همرنگی و یکی بودن و یکی شدن و یک نوا شدن. ما زیبایی را یک باغ را در گلهای رنگارنگ آن میبینیم. ما آرزو داریم ایرانی بیابیم که همه با تنوع افکار خود و باورهای خود در آن با زیبایی در کنار یکدیگر زندگی کنند، نه ایرانی که با زور قدرت یک حکومت، هر حکومتی که باشد، همه ناچار از ادای یک کلام شود. پس ما به دنبال وحدت در کثرت در ایرانیم و همان گونه که این شعر گفت، فرق بین هر دو ایرانی، فرق بین دو عضو یک وطن است که همه اعضا برای کار کردن سالم و درست یک بدن ضرورت دارند. امیر عزیزم، ما آماده رفتن از بازار آگهی هستیم، منتظر شماییم امیر جان. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت ریل ویز به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن ریل ویز تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است.
شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن GLVs برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glvs.com دیدن کنید. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. GLVs با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به هم زبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن GLVs تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز GLVs را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. GLVs همیشه و همه جا. GLVs با کمتر از $1000 در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می نماید. آگهی های GLVs بر روی تلویزیون های هوشمند، تلفن، تبلت های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید GLVs پخش خواهند شد. این آگهی ها علاوه بر ده ها کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم ها و سریال های محبوب GLVs نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به GLVs بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. بینندگان عزیز، در این ایران جمهوری ولایت مطلقه فقیه، صدها بهایی را از نخبگان جامعه بهایی کشتند و از هر یک از آنها چیزی به جای مانده است که افتخار آیندگان خواهد بود. در همدان مثلا یکی از این جانبازان بهایی که جان داد ولی تسلیم خواست تنگ نظران مذهبی همدان که از او انکار باورش را می‌خواستند نشد، حسین مطلق بود که به همراه اعضای دیگر محفل روحانی همدان همه کشته شدند. این جناب حسین مطلق که هرگز در عمرش شعری نگفته بود، در زندان شعری سروده است که اگر آن را برای شما نخوانم کوتاهی کردم. این شعری است که ایشان از خود به یادگار گذاشت: تا درجه عشق او را بدانیم و چیزی که به او قدرت داد، تا در مقابل جلادین و شکنجه‌گران مقاومت کند. در این شعر میگوید در ره وصل بها راه رضا باید گرفت، وندر این ره توشه از غصن بها باید گرفت. مبتلای عشق ابها بی نیاز از هر دو است، از لقای طلعت قدسش شفا باید گرفت. از کمند آرزو و از بند دل یا بد رها، بی نشان زان پس نشان آشنا باید گرفت. آشیان خواهی اگر بر سدره باغ بقا، از هم اکنون خانه‌ای در کوی وفا باید گرفت. پای کوبان دست افشان در کنار عاشقان، از کف ساقی 200 جام بلا باید گرفت.
راحت ار خواهی دلا باید صبوری در بلا، که از پی جور و جفا آنگه رخا باید گرفت. نیش هر خاری به پا نوشی بود در راه او، و سر خاک رهش صدها نوا باید گرفت. بوسه ها بر آستانش از صفا باید زدن، و از غبار خاک کویش توتیا باید گرفت. گفت پنهان عارفی آزاده که مطلق به کف، از ادب جان را جدا سر را جدا باید گرفت. شاید روزی فرصت باشد که من سرنوشت ایشان و شهادتشون رو برای شما توضیح دهم. من این متن رو از تهیه و تنظیم خانم دکتر تقی‌زاده برای شما در میان گذاشتم. در فیسبوک چند تن از دوستانم مطلبی درباره آنکه دزدی چیست دیدم که با کمی اضافات خدمتتان ذکر می کنم، که بسیار خواندنی است. در ایران ما به خصوص امروز در بین طبقه بالا، این متن می گوید دزدی فقط این نیست که از دیوار مردم بالا بری و یا میلیون ها دلار پول مردم و دولت را بالا بکشی و یا زمین های اوقاف را به نام خود کنی و یا اموال مصادره شده مردم را غصب کنی و همه آنچه که در ایران ما بین دولت مردان و سرمایه داران رایج است، که انواع دزدی هاست. آنگاه میگوید تو اگر دروغ بگی صداقت را دزدیده ای، اگر بدی کنی خوبی را دزدیده ای، اگر تهمت بزنی آبرو را دزدیده ای، اگر خیانت کنی عشق را دزدیده ای، اگر خشونت ورزی محبت را دزدیده ای، اگر ناحق بگویی حق را دزدیده ای، اگر بی حیایی کنی شرافت را دزدیده ای، و در کل میشه گفت انسانیت را دزدیده ای. همیشه ما باید انعکاس چیزی باشیم که میخواهیم در دیگران ببینیم. اگر عشق میخواهیم باید عشق بورزیم، اگر صداقت میخواهیم باید راستگو باشیم، و اگر احترام میخواهیم باید به دیگران احترام بگذاریم. بینندگان عزیز، من در گذشته با شما درباره رساله مدنیه که یکی از اولین و مهمترین آثار حضرت عبدالبهاست سخن گفتم، که این رساله در سال 1875 یعنی 148 سال پیش به ارائه راه حل‌هایی برای رسیدن به نظام سیاسی و اقتصادی عادلانه و پیشرو در دنیا و به ویژه در ایران می‌پردازد با شما سخن گفتم، که از من شنیدید که این رساله و دیگر رسالات بهایی سبب انقلاب مشروطه و سپس انقلاب شاه و مردم و بسیاری از کارکردهای مثبت رژیم پهلوی بود. این رساله خطاب به شاه، مردم، روحانیون، مأمورین دولتی و روشنفکران غیر مذهبی ایران سخن میگوید و سعی کرده تا توجه همه قشرهای جامعه ایرانی به دیدگاه‌های جدیدی در مورد تجدد، اصلاحات اداری و خردگرایی اجتماعی و فرهنگی جلب گردد. رساله منیه به بحث درباره رابطه تجدد و تدین می‌پردازد، مسئله‌ای که دغدغه اساسی عرصه فرهنگ، سیاست و روشنفکری ایران در سر تا سر تاریخ معاصر ما بوده و هنوز هم هست. حضرت عبدالبها در این اثر ویژگی‌های سیاسی،
اجتماعی، اقتصادی و قانونی تجدد را توصیف می کنند. از جمله حکومت مردم سالاری که ما شدیداً بدان نیاز داریم، که امروزه اون را دموکراسی می خوانیم. حاکمیت قانون و محدود بودن قدرت مطلق حکومت که آن را در قوانین مشروطه دیدیم. آموزش و پرورش همگانی، رعایت حقوق بشر، برابری زنان و مردان، پیشرفت اقتصادی، برطرف کردن فقر توده ها، همزیستی و بردباری میان پیروان ادیان مختلف، ترویج علم و دانش و صنایع مفید و تأمین رفاه اجتماعی، که این مقولات را در دوران پهلوی اول و پهلوی دوم در آنچه که آرام کردن دیده ایم. از سوی دیگر عبدالبها توضیح می دهد چنانچه اعتقاد به خدا به جای محبت و خیرخواهی نسبت به همه انسان ها به وسیله‌ای برای توجیه نفرت و پرخاشگری نسبت به بیگانگان و سلب حقوق گروه های گوناگون تحت عناوینی چون کافر، مرتد و نجس، زن، آزاداندیش و دیگراندیش تبدیل شود، دینداری خود این باورمندی به خدا دشمن اصلی دین و خدا می شود. در این رساله ایشان به تفکیک وظایف روحانیون از وظایف دولت مردان می پردازند که امروز آن را ما با نام جدایی ارکان دین از سیاست می نامیم و نویسندگان و سیاستمداران ایرانی چه در ایران و چه در خارج ایران برای این منظور از واژه سکولاریزم برای این هدف استفاده می کنند. من امروز برای روشن‌تر شدن این معنی سکولاریزم اجازه می خواهم شرح کوتاه بر آن را با شما در میان بگذارم که خلاصه ای است از آنچه که در ویکی‌پدیا دانشنامه آزاد درباره سکولاریزم می خوانیم. سکولاریزم به معنی گیتی گرایی، دنیا گرایی یا جدا انگاری دین از سیاست، که دیدین چه تعاریف خوبی است، عقیده است مبنی بر جدایی نهادهای حکومتی و کسانی که بر مسند دولت می نشینند از نهادهای دینی و مقامهای دینی است. این دقیقا همون چیزی که با دقیقا خلاف آن را در ایران داریم، یعنی حکومت ولایت مطلقه فقیه که همه چیز در دست آن است، حکومت و دین. این اندیشه به صورت کلی ریشه در عصر روشنگری در اروپا دارد. مفهوم‌های همچون جدایی دین از سیاست، جدایی کلیسا و حکومت در امریکا مثلا، و لایسیته که واژه‌ای است فرانسوی در فرانسه و ترکیه که بر پایه سکولاریسم بنا شده‌اند، ولی در کشورهایی مانند ایران و عراق و بسیاری کشورهای دیگر به ویژه در دنیای اسلام، حکومت‌ها با جدایی دین از سیاست مخالف هستند. هدف‌ها و استدلال‌ها برای پذیرش سکولاریسم بسیار گسترده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که در منظر لایسیته اروپایی سکولاریسم یک جنبش به سوی مدرنیته و دور شدن از ارزش‌های دینی است. برخی دیگر استدلال می‌کنند که سکولاریسم در امریکا بیشتر به حفظ دین از حکومت پرداخته، که البته این اصطلاح درستی است برای اینکه تفکیک دین از سیاست در حقیقت هم دین را حفظ می کند و هم سیاست رو و هم خوشبختی مردم را. و مثلا در ایران که ما هر دو را قاطی کرده ایم، مردم ما هم دین را از دست داده اند و می دهند و هم سیاست را ویران کرده ایم و هم مملکت را. و در زمینه اجتماعی کمکارتر بوده است. سکولاریسم را نخستین شاخصه مدرنیته خواندند. اگر خواستید بدانید آیا کشوری مدرن است یا نه، باید بدونیم آیا در آن سکولاریسم به طریقه اجرا می شود یا نه. در میان کشورها جنبش های سیاسی گوناگون سکولاریسم را به دلایل مختلف پشتیبانی می کند. خود واژه سکولاریسم برای نخستین بار توسط یک نویسنده بریتانیایی، جورج هالی اوک، در سال 1846
دو سال پس از آمدن آیین بابی استفاده شده. هرچند این اصطلاح تازه بود، ولی مفهوم کلی آزادی که سکولاریسم بر پایه آن بنا شده بود در ازای تاریخ، در درازای تاریخ وجود داشته است. ایده های اولیه سکولاریسم را می توان در آثار ابن رشد که در غرب او را اورس می خوانند پیدا کرد. این ابن رشد یک فیلسوف مسلمان زاده بود در اندلس، در سال 1126 میلادی به دنیا در اسپانیا به دنیا آمد. خلیفه مسلمان وقت او را تبعید کرد و کتب او را سوزاند و وی از ناراحتی و بیماری درگذشت. در زمان حیاتش هم کلیسا و هم مسجد او را محکوم می دانستند. وی و پیروان مکتب او باورمند به جدایی دین از فلسفه بودند، چرا که فلسفه رو اسیر دین می دیدن و در نتیجه در اون دوره هنوز مسئله سیاست نبود، مسئله فلسفه بود برای یک فیلسوف. این هالیوک این ایده جدایی اجتماع و از دین رو بدون تلاش برای انتقادهای باورهای دینی خودش مطرح کرد. از آنجا که اصطلاح سکولاریسم در موارد گوناگونی استفاده می شود، معنی دقیق اون که شما دائما از سیاستمداران ایرانی و متفکرین ایرانی در خارج و داخل می شنوید بر اساس نوع کاربرد سکولاریسم متفاوت است. دیدگاه سکولاریسم بر این پایه بنا شده که زندگی با در نظر گرفتن ارزش‌ها پسندیده است و دنیا را با استفاده از دلیل و منطق بدون استفاده از تعاریفی مانند خدا یا خدایان یا هر نیروی ماد برای طبیعی دیگری بهتر میتوان توضیح داد. به عبارتی بهتر، هر کسی دین خود را فقط در خانه خود نگه داشته و حق ندارد دین خود را در جامعه تبلیغ کند. یکی از علتهای برخورد جوامع سکولاریسم با حجاب، منظور حجاب اسلامی است، این است که آنان حجاب را مظهر تبلیغ دین اسلام در یک حکومت سکولاریستی می‌دانند، مثلا در فرانسه. در حکومت معنی سکولاریسم عدم دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت و برتری دادن اصول حقوق بشر که پس از هزارها الان ما آن را در دست داریم بر سایر ارزش‌های هر گروه و دسته است. در مفهوم جامعه شناسی که مورد نظر ما هم هست، سکولاریسم به هر موقعیتی که در آن جامعه مفهوم‌های مذهبی را در تصمیم‌گیری‌های خود کمتر دخالت دهد یا این مفاهیم کمتر موجب اختلاف یا درگیری شود اطلاق می‌کند. واژه سکولار در زبان لاتین به معنای این جهانی، دنیوی، گیتیانه و متضاد با دینی و یا روحانی است. امروزه وقتی از سکولاریسم به عنوان یک آموزه یعنی یک دکترین سخن میگوییم، معمولا مقصود هر فلسفه است که اخلاق را بدون ارجاع به دوگمهای دینی بنا میکند و در پی پیش برد دانشها و روشهای بشری است. برنارد لوئیس، نویسنده و تاریخدان سرشناس، مفهوم سکولاریسم را اینگونه توضیح میده. میگه واژه سکولاریسم نخست در میانه سده 19 در زبان انگلیسی به کار رفته است و اصولاً بار ایدئولوژیک داشته است. در کاربرد نخستین آن بر آموزه‌ای دلالت می‌کرد که مطابق آن اخلاقیات باید مبتنی بر ملاحظات اخلاقی و معطوف به سعادت دنیوی انسان باشد و مطالب مربوط به خدا و زندگی آخرت را باید به کناری نهاد. مثلا در ایران اگر به جور و زور بخواهند احکام شریعت اسلام را اجرا کنند تا مردم را به بهشت بروند، یک تفکر سکولاریسم مخالف آن خواهد بود. بعداً سکولاریسم را به این معنای گسترده تر به کار بردند که مؤسسه های عمومی به ویژه آموزش عمومی باید سکولار باشند و نه دینی. در سده 20 این واژه معنای وسیع تری یافت که از معانی قدیم و نوع واژه سکولار نشأت گرفته بود. امروز آن را اغلب همراه با جدایی نهادهای دینی و دولتی به کار میبرند که تقریبا معادل با واژه فرانسوی لایسیته است که در دیگر زبان ها هم وارد شده اما هنوز در انگلیسی
به کار برده نمی شود. امروز اغلب دولت‌های مهم جهان اهمیت سکولاریسم و دموکراسی را پذیرفتند، جز مملکت ما و تعداد دیگر شبیه آن. یک پیامد عملی سکولاریسم جدایی کلیسا و دولت است، یا مسجد از دولت. در حقیقت این پیامد چنان یادآور سکولاریسم است که اغلب این دو را یک پدیده می شمارند و اغلب به جای سکولاریسم از جدایی کلیسا و دولت سخن می گویند. جدا شدن نهاد دین و دولت در سکولاریسم بدین معناست که مؤسسات خاص سیاسی که به درجات مختلف تحت کنترل دولت هستند از سیطره مستقیم یا غیر مستقیم دین رها شوند. این بدان معنا نیست که پس از سکولاریسم نهادهای دینی دیگر نمیتوانند در مورد مسائل عمومی و سیاسی حرف بزنند، بلکه بدین معناست که دیدگاه‌های نهادهای دینی دیگر نباید بر جامعه تحمیل شود یا مبنای سیاست‌گذاری‌های عمومی قرار گیرد. در عمل دولت باید تا حد امکان نسبت به عقاید دیگران و متفاوت دینی بی‌طرف بماند، نه مانع آنها باشد و نه مجری خواسته هایشان. عرض کنم که اصول سکولاریسم عبارت است از 4 ماده روشن: بهبود زندگی با توجه به مفاهیم مادیان، دانش تنها وسیله در دسترس انسان است که باید به آن اتکا کرد، اینکه خیر در نیکی کردن است چه جهان دیگر در کار باشد و چه نباشد سکولاریسم کاری با آن ندارد، و نیکی کردن در این جهان و پیجویی این نیکی البته خیر است. موافقان سکولاریسم بر این باورند که گرایش به سکولاریسم و به دنبال آن دوری از دین در دولت‌های سکولار نتیجه اجتناب ناپذیر عصر روشنگری است که در آن گرایش عمومی جامعه به سوی علم و خرد سوق پیدا می کند و از دین دور می شود، و مخالفین سکولاریسم بر این باورند که یک دولت سکولار خود مشکلات زیادی به بار می آورد بدون که بتواند راه حلی برای مشکلات اصلی مثل آزادی عقاید فرعی و مذهبی ارائه دهد. برای مثال، اگرچه قانونهای اساسی کشورهای دانمارک، فنلاند، نروژ و ایسلند یا آیلند رابطه میان حکومت و دین یعنی کلیسا را به رسمیت می‌شناسند، این کشورها از بسیاری از کشورهای سکولار آزادتر محسوب می‌شوند. ایسلند در میان اولین کشورهایی است که حق سقط جنین را مثلا به رسمیت شناخت، یا اینکه دولت فنلاند برای احداث مساجد حتی بودجه دولتی هم در نظر می‌گیرد. مایلم دو بیت از شعر زیبایی از سیمین بهبهانی، این روانشاد سیمین بهبهانی را با شما در میان بگذارم تا حسن ختامی برای این برنامه باشد. او میگوید: دوباره میسازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل اشک روان خیش. بینندگان عزیز، امیدوار هستم شما خودتون بقیه این شعر زیبا سیمین بهبهانی را بخوانید و از آن قوت و توان بگیرید برای آنچه که لازم است انجام دهید تا ایران و ایرانی آینده بهتری داشته باشند. در اینجا باز هم به پایان وقت برنامه امروز میرسیم و من بهترین آرزوها را برای شما دارم. آرزوی من آزادی ایران و آبادی ایران است و آزادگی ایرانیان از هر قوم و تبار و تباری که هستند و با هر باوری که دارند. بدرود دوستان عزیز من، شما رو در پناه ایزد مهربان می سپارم. روز و روزگار همه شما عزیزان خوش تا هفته آینده.